زن در جمهوری ازبکستان مار تولد کرد. السلام علیکم تماشابینان عزیز. پیش از دشنام کردن در کامنتاریا از شما خواهش میکنم قصه ما را تا آخر گوش کنید و بعد فکری خود را نویسید. بعد از شنیدن این واقعه شما هم در حیرت میافتید. زیرا که سوالی به میان میآید چگونه میتواند فرزندی آدم مار تولد کند. افسوس که در دنیا زیاده از 7 میلیارد آدم زندگی میکند و هر روز 7 میلیارد حادثه های حیاتی راه میدهند. کسی از گرسنگی میمیرد و به جان کسی هر روز یک نمود خوراک به جانش میزند. زن در آیله عادی خانشین بود. در 8 ماهگی حاملداریش درد قپیده و بیمارخانه بردند. طبیبان گفتند که برای تولد کردن باز یک ماه است و خواستند که سلامتی کودک که در شکم مادر بوده را از نظر گذرانند. زود مادر حامله را به خانه اوزی در آوردند و صدای بلند طبیب به گوش اطراف بودگیان می رسد. طبیب به همشیره ها فرمان داد که زود خانه جراحی را آماده کنند. شوهر زن کیست به من نگاه کند؟ گفت طبیب. مرد سراستیموار در آمد و من هستم شوهر این زن، گفت و شنیدن این سخنان طبیب در حیرت افتاده در جای شخ شده ماند. طبیب چنین گفت: وقتی همسرتان را عزی میکردیم دیدیم که در شکم او غیر از کودک باز چیزی بود. انیق میشود که این مار هست. چگونه به شکم همسرتان در آمدنش را ندانستیم. زود مار را گرفتن خواستیم. اگر او را جراحی کرده نگیریم با کودک ضرر دادنش ممکن است. انتظار شده نمیتوانیم، گفته به خانه جراحی در آوردند. بعد از یک ساعت طبیب در دستش با یک ماری خورد برآمد. گفت: به زن و فرزندتان ضرر نرسیده است. این مار را از داخل شکم همسرتان گرفتیم. این مار چخل به شکم زنتان در آمدنش را وقت بیمار به خود آید میفهمیم. بعد از چند مدت بیمار به خود آمد و گفت: این زن آنها در قشلاق زندگی میکردند. شب سویت نبوده است. خواست به حاجخانه رود. با سبب تاریک بودنش او در بیرون حاجتش را میبرارد و همان لحظه یک درد نفهم را حس میکند. فکر میکند که درد حامله داری است و بعد یک هفته او را به بیمارخانه میارند. خلاص از همان لحظه در بین طبیبان آوازه پن می شود که زنی مرزاییده. دوستان عزیز، این قصه را من از پیش خود بفتگی نیستم، یعنی که این قصه را در تلگرام یک شبکه هست ازبکی، شبکه های اجتماعی ازبکستان است، از همان گرفتم و ترجمه کرده به شما نقل کردم. خب دوستان عزیز، خدا یارا مددگارتان باشد. دستگیری شما پیشروی ماست.